سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. نه قوتی نه توانی میان آن همه دشمن، نه مرهمی که نشیند به قلب مستر زینب. به حیرتم ز چه عالم ز هم نمی پاشد، بر روی نیزه نشسته تمام باور زینب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. با نام و یاد خداوند متعال و با تقدیم سلام و احترام خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی هادی، با برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم مهمان نگاه های شما خوبان هستیم. ایام سوگواری و ایام اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام خدمت شما بینندگان عزیز و سروران گرامی تسلیت عرض میکنم. در خدمت کارشناس محترم هستیم جناب دکتر توکلی بزرگوار. اجازه بدین که سلام علیکی بکنیم تا موضوع برنامه و گفتگو را شروع کنیم. سلام علیکم جناب دکتر توکلی، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری امام حسین علیه السلام خدمت جناب عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حیدری و همه بینندگان عزیز برنامه فارسی زبان های عزیز و گرامی در اقصا نقاط عالم. ایام شهادت سرور شهیدان ابی عبدالله الحسین و اصحاب با وفای ایشون رو تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که بتونیم راه و مسیر و سلوک حضرت رو بهتر بشناسیم، بر اون مسیر حرکت بکنیم، حسینی باشیم، حسینی زندگی کنیم و حسینی بمیریم. امیدواریم که این برنامه هم برنامه مفید و فایده برای بینندگان عزیز بوده باشه. انشاءالله، سپاسگزارم. ولی یکی از مطالبی که درباره نهضت امام حسین شما بارها و بارها ممکن شنیده باشید از زبان خود این حضرت، خطبا و عالمان دین بارها و بارها بیان کرده که آن حضرت هدف از قیام خودش اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر دانست. خب اصلاح وقت موضوعیت پیدا میکنه، وقت مطرح میشه، وقت اهمیت پیدا میکنه که فسادی ایجاد شده باشه، منکری جای معروف نشسته باشه، معروف و واجب دینی زیر پا گذاشته شده باشه. پس این سوال رو باید اقسیم مطرح کنیم که چه فسادها و منکراتی یا به تعبیر دیگر چه کچ فهمی ها و چه التقاطی در دین مردم در عصر امام حسین ایجاد شده بود که امام حسین با این شعار، شعار اصلاح دینی، قدم به میدان گذاشت و جان عزیزش در این راه فدا کرد. موضوع گفتگوی امشب ما با جناب دکتر توکلی امام حسین و مبارزه با التقاط دینی هست. جناب دکتر توکلی، اصلا بفرمایید التقاط دینی وقتی که میگیم دقیقا منظور جناب عالی چیست؟
بله، برای توضیح این مطلب و این سوال من لازم میتونم یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم تا برسیم به اینکه ببینیم منظور از التقاط چیست و مبارزه حضرت با التقاط دینی در سال 61 هجری به چه معناست و التقاط در دنیای امروز و در زمانه ما به چه معناست. بله، من گریزی میزنم به خطبه های اولیه نهج البلاغه و میخوام فلسفه به سطر خیلی کوتاه در حد وسع برنامه از زبان امیر المؤمنین علیه السلام بشنویم و از آیات قرآن تا برسیم به این که ببینیم اصلا دین چه هست، دین خالص به چه معناست و التقاط در دین به چه معناست. امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در خطبه های اولیه نهج البلاغه در ارتباط با پیغمبر می‌فرماید که پیغمبر مبعوث شد در جایی که به ارزن عالمها ملجم جاهلها مکرم، می‌فرماید در بهترین سرزمین فی خیر دار و شر جیران، در بهترین سرزمین که سرزمین وحی هست، سرزمین توحید هست، سرزمین ابراهیم و پیامبران هست، پیغمبر در مکه مکرمه مبعوث شد و در بین بدترین مردم. چرا تعبیر به شر جیران داره؟ حضرت در عبارت بعدی توضیح میده که چرا مردم، مردم دوره جاهلیت بدترین مردم زمانه خودشون بودن. حضرت میفرماید که به ارزن عالمها ملجم جاهلها مکرم. سرزمین مکه همونجور که از نامش پیداست، از عصر جاهلیت وقتی میگیم جاهلیت یعنی نادانی دیگه، بله، در شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر سرزمین مکه شرایطی بود که در او سرزمین نظامات اخلاقی وارونه شده بود، فرهنگ منحط قبیله‌ای و اشرافیت قبیله‌ای جایگزین معارف و فضائل اخلاقی شده بود. بله، انسان‌ها بر اساس نسب و بر اساس ثروت و قدرت قبیله‌ای در واقع جایگاه اجتماعی پیدا میکردن و اصلا سلسله مراتب اجتماعی بر اساس قدرت و ثروت و زور و شمشیر بود که تعیین میشد. لذا ببینید در چنین جامعه ابو سفیان، ابو لهب، ابو جهل بر رأس هرم اجتماعی حاکمن و افتخارات، افتخارات جاهلیست دیگه، افتخار به کشت و کشتار و قتل و دخترکشی و زنده به گور کردن دختران و وحشیگری و صفاکیت هست. ما رو یاد اون اعتراض ملائکه مندازه به حضرت، به خداوند در ارتباط با خلقت حضرت آدم که فرمودن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا آیا میخوای انسان دوپایی خلق بکنی که در روی زمین خون ریزی میکنه، سفک دماء میکنه، فساد در روی زمین میکنه؟ بله. و در واقع دوچار انحطاط اخلاقی شده، همه چیز وارونه شده. در جامعه ای که انسانهای دانا مهر سکوت بر لب بزنن و نادانان و جاهلان بر رأس هرم باشند، بر صدر بنشینن و قدر ببینن و دانایان سکوت اختیار بکنن، سخن اونها خریدار نداشته باشه، انسانهای با فضیلت هیچ مشتری و خریدار نداشته باشن، این بهترین تعریف است برای جامعه جاهلی. خب پیغمبر آمد نظامات ارزشی در جامعه جاهلی عوض کرد و اخلاق جایگزین جهالت کرد، عدالت جایگزین ظلم کرد، افتخار به تقوا و فضیلت جایگزین افتخار به اشرافیت و حسب و نسب کرد و جامعه مترقی متمدنی ساخت که در عرض 23 سال در واقع مترقی ترین و متمدن ترین جامعه عصر خودش بود و نشانه هاش هم این هست که در واقع آوازه ای تمدن شرق و غرب عالم در نوردید. میبینیم که دولت اسلامی سر از شمال اروپا و آفریقا در آورد، ایران و آسیای مرکزی در تحت سیطره خودش قرار داد و جهان شمول شد. خب چه شد که در ظرف 61 سال
جامعه اسلامی به انحطاط کشیده شد. یک مقدمه خیلی کوتاه دیگه من عرض کنم و بعد برسیم به اصل مطلب. بله. ببینید، دین یک حقیقتی است که یک حقیقت واحدی است که سه تا لایه، سه تا بطن و سه تا سطح داره. لایه بیرونی و ظاهریش فقه دینی، شریعت دینی و ارکان دینی است، یعنی فروع دین، نماز و روزه و حج و جهاد و اینا. لایه باطنی تر دین عقاید دینی است که اگر این عقاید نباشه، اعتقاد به توحید و نبوت و معاد نباشه، در واقع او ارکان دینی رنگ میبازه و منافق هم میتونه با مؤمن شریک باشه در انجام فروع دین، احکام. بله، احکام. و از این مهمتر، عمیق‌ترین لایه دین اخلاقیات دینی است. اخلاقیات دینی وقتی عرض میکنیم، همه اخلاق میتونیم حول محور عدالت جمع کنیم. یعنی اگر در جامعه عدالت در ابعاد مختلفش وجود داشته باشه، این جامعه جامعه اخلاقی است. عدالت یعنی چی؟ یعنی وضع الشی فی موضعه، یعنی استیفای حقوق، یعنی این که هر کسی به میزان تلاش و سعی و شایستگی که داره در رتبه شایسته و بایسته خودش در جامعه باشه. خب در جامعه دینی که نام دین بر او هست، معلوم است که بهترین جایگاه برای انبیای الهی هست و بعد از او برای اولیای الهی و ائمه علیهم السلام، کسانی که وارثان پیامبرن. از باب الناس علی دین ملوکهم که پیغمبر فرمود مردم بر دین حاکمان خودشون هستن و فرمود اگر میخواین صلاح و فساد در یک جامعه بسنجین، به علما و امرای او جامعه نگاه بکنین. ببینین اگر امرا، حاکمان و عالمان به وظیفه خودشون عمل کردن و اینها خادم دین بودن، نه اینکه مخدوم دین باشن، دین در خدمت منافع خودشون قرار ندن، بلکه خودشون در خدمت دین باشن، اگر چون این بود، این جامعه جامعه دینی هست. فعلا فلا. اگر اجازه بدین من میگه صحبت‌های شما رو قطع کردم، عذرخواه هستم. یک میان برنامه رو میبینیم، باز برمیگردیم به سوالی که من در اولین مطرح کردم که التقاط دینی به چی معناست با توجه به اون سه لایه‌ای که برای دین شما برش موردید. حتما انشاءالله که پاسخ واضحی را از جناب عالی بشنیم. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. مهاتما گاندی رهبر استقلال هند می نویسد: من زندگی امام حسین، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و به صفحات کربلا توجه کافی کردم. بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امام حسین پیروی کند. خب ضمن سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، مخصوصاً او دست از شما بزرگواران که تازه به جمع ما پیوستین، شما بیننده برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی هستید. مثبت 964-780-255-4013 پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هست. شما از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما مرتبط شوید و هر نوع نقد و نظری دارید، اگر مطلبی دارید میخواید برای ما بفرستید، اگر سوالی دارید میخواید از ما بپرسید و جوابش از ما دریافت کنید، این شماره در اختیار شما بزرگواران هست. خب اجازه بدین که برگردیم ادامه گفتگو خدمت کارشناس بزرگوار. جناب دکتر توکلی، شما فرمودید که دین سه لایه داره: لایه ظاهری که احکام هست و در قالب فقه و شرعیات بروز پیدا کرده، لایه دیگر لایه باورها و اعتقادات هست که اساسی ترین لایه مفهوم در این و باور در این زمینه مفهوم توحید است که در اسلام بسیار بسیار پررنگ هست، و فراتر از این دو لایه اخلاقیات هست. خب وقتی که ما صحبت از التقاط دینی میکنیم، میگیم که در زمان امام حسین فسادهای رخ داده بود، مردم دچار التقاط دینی شده بود، در منظورتان در کدام بخشی از این دین هست؟ بله، خیلی نکته خوبی اشاره کردین و دست گذاشتین. دقیقا میخواستم من رو همین مسئله
چند جمله عرض کنم خدمت بینندگان گرامی. ببینید حقیقت دین توحید است. اصلا نبوت و امامت و معاد هم در طول توحید و در خدمت توحید است. توحید همونجور که بینندگان عزیز ما میدونن مراتبی داره. خب یک مرتبهش توحید ذاتی است که همه ما معتقدیم که خالق جهان خداست، خدای واحد هست، دوتا نیست، بله. در این اصلا شکی نیست. مراتب بعدی توحید در صفات هست، توحید در ربوبیت هست و توحید در عبادت. بله. اون چه که قرآن روی او تأکید داره بیشتر توحید در ربوبیت و توحید در عبادت هست، چون توحید ذاتی تقریبا همه حتی مشرکین جزیره العرب قبول داشتن که الله سبحانه و تعالی وجود داره و خالق هست، اما در ربوبیت و عبودیت مشکل داشتن. بیشتر آیات قرآن رو هم اگر بینندگان عزیز ما عنایت داشته باشن روی همین بحث توحید در ربوبیت و عبودیت هست و نکته ثقل بحث ما هم همینجاست. ببینید عبادت از نظر قرآن یعنی اطاعت مطلق، یعنی این خداوند. که بله بله، همونجور که در مورد پیامبران از زبان پیامبران میگه و قالوا سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم خدایا غفرانک ربنا و الیک المصیر، پیام تو رو شنیدیم و اطاعت کردیم. خب ما در نظام هستی از چه کسی باید سمعنا و اطعنا بگیم؟ صرفا به خدا باید بگیم سمعنا و اطعنا. حتی به پیامبر ما مستقیم قبل از این که نبوت او اثبات بشه و معجزه بیاره، هر کس که ادعای نبوت بکنه نمیگیم سمعنا و اطعنا، اول باید نبوت او اثبات بشه. بله. حالا ببینید اصلا تمام معارف حول محور توحید میچرخه. این که ما معتقد باشیم در زندگی عملی خودمون مصادیقش پیدا بکنیم و عمل بکنیم به این حدیث پیامبر که فرمود لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرا، برده دیگری نباش، غلام دیگری نباش، خداوند تو را آزاد آفریده. اگر چنین هست همه عبادات ما در راستای این هست که ما به او توحید خالص و ناب برسیم. خب این توحید آیا صرفا یک اعتقاد صرف انتزاعی و ذهنی است یا تو جامعه هم خودش رو نشون میده؟ قطعا جواب این است که در زندگی اجتماعی ما هم خودش رو نشون میده. درست. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که حقیقت توحید ربوبی چیست؟ فرمود این که بدانی که لا مؤثر فی الوجود الا الله. در نظام هستی هیچ موجودی در سعادت تو تأثیر نداره مگر خدا. جناب دکتر توکلی، چون حالا بحث رو کوتاه می‌کنی توحید متمرکز کردید، صحبت در این قسمت زیاد از بحث اصلی چون باز نمانیم اگر قسمت کوتاه. ببینید حاکمان طاغوتی در طول تاریخ آمدن مغالطه کردن، اصلا التقاط که میگیم به همین معناست، التقاط یعنی در واقع مخلوط کردن یک چیز با چیز دیگه، یعنی ناخالصی ایجاد کردن در یک چیزی، راست و دروغ را با هم بله، دیگه با هم دیگه مخلوط کردن. التقاط دینی به این معناست که ما بیایم از یک سری حقایق دینی سوء استفاده بکنیم. حکومت‌های طاغوتی این کارو کردن به نفع منافع سیاسی قبیله‌ای و طبقاتی یک گروه خاصی که حاکم هستن. التقاط دینی صرفا عامل بیرونی داره، یعنی کار حکومت‌ها است، میتونه کار حکومت‌ها باشه، به دور از این دخالت حکومت‌ها و قدرت‌ها دچار التقاط نمیشه. بله چرا، قطعا میشه. اگر ببینید ما هادیانی انتخاب بکنیم، کسانی برای خودمون به عنوان مربی و معلم انتخاب بکنیم که اونها دچار التقاطن، دین خوب نشناختن یا شناختن غرض و مرض دارن. بله. در تعریف دین برای ما، چون ببینید دین یک قدرت هست، دین یک حقیقتی است که میتونه در جامعه موج ایجاد بکنه، توده ها رو به سمت خودش بکشونه. ادعی ببینید بنی امیه در مثال ما، بنی امیه از وقتی که فهمیدن بعد از فتح مکه که نمیتونن مستقیم در مقابل پیغمبر بایستن، اینا یک دین التقاطی رو معرفی کردن. چطور؟ آمدن به نام خلافت رسول الله، اینا خودشون خلیفه پیغمبر معرفی کردن، یزید خود خور خلیفه پیغمبر معرفی کرد، سمت خوبی رفت بردید. بله. بحث رو من میخواستم از شما بگم که خب مصادیق رو اشاره کنید. بله. یعنی در زمان امام حسین کجاها التقاط بله. ایجاد شده بود، مصادیق مهم التقاط دینی چی بود که امام حسین واداری به قیام شد؟ ببینید اگر ما معتقدیم که حقیقت اخلاق عدالت است و حقیقت دین عدالت است و اصلا توحید با عدالت معنی پیدا میکنه و عدالت با توحید معنی پیدا میکنه، بله. این عدالت باید در حاکم جامعه متجلی بشه.
یعنی حاکم عادل بله باشه. حاکم باید به معنی حقیقی کلمه اولا شایستگی حکومت داشته باشه، حکومت دینی و خلافت رسول الله داشته باشه. اگر شایستگی نداشته باشه خودش باز مصداق بی‌عدالتی. بله باز دقیقاً میشه مصداق بی‌عدالتی، میشه دقیقاً مصداق التقاط. ببینید یعنی یک آدم نالایق خودش رو به جای انسان لایق جا زده، یعنی او شیء ناخالص آمده خودش رو به جای یک موجودی که خالص در دین هست و حقیقت دین وجود او تجسم دین هست. این که پیغمبر فرمود خیرکم من ذکرکم الله رؤیتو، امام و پیغمبر همه وجود او یاد خداست، همه وجود او راه رفتن او، حرف زدن او، تقریر او به اصطلاح فقها، یعنی امضای او، تأیید او، رد او، نگاه او، همه چیز او، همونجور که حضرت ابراهیم فرمود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، امام و پیغمبر یک چنین موجودی است. تأیید و رد او نشان این است که چون قرآن میگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اگر چنین است امام باید تجسم توحید باشد، تجسم عدالت باشد. بله. حاکم جامعه نباید موجود نالایق باشه. اگر کسی بیاد حاکم جامعه دینی بشه که خودش عامل به دین نیست. بله. خودش علناً در واقع یک نظام قبیله‌ای منحتر جایگزین در واقع نظام توحیدی و عادلانه کرده، خودش میاد سگبازی به میمون بازی میکنه و ایر در واقع به عنوان یک عمل دینی معرفی میکنه، مشروب میخوره در جامعه، خیانت میکنه. شما ببینید در واقع حره در مکه مکرمه ناموس مسلمان ها سه روز حلال دانسته شد از طرف یزید برای لشکریانش. در حادثه کربلا همینطور با امام مسلمین که معصوم هست و منصوب از طرف رسول خدا مقابله میکنه یک چنین آدمی که جرثومه فساده، جرثومه ظلمه، جرثومه التقاط هست. این خودش رو جا زده به جای امام معصومی که حجت خدا بر روی زمین هست و همه حرکات و سکنات او در واقع چون معصوم هست، چون حجت خداست و چون عارف به کتاب خدا هست و چون دین خدا رو خوب میشناسه، همه وجود امام معصوم در واقع معرفت هست، توحید هست، عدالت هست. یک چنین موجودی اگر آمد خود خورد به عنوان خلیفه مسلمین جازد بر رأس حرم جامعه اسلامی ایستاد، این خودش التقاط هست. این اولا. خب بزرگترین التقاطی که در عصر امام حسین اتفاق افتاد میتونیم بگیم خود همین قضیه است. بله دقیقاً، یکیش اینه، یعنی مهمترینش این هست. اگر ببینید اگر حاکم موجود نالایقی بود، خب این ادعا میکنه که من جانشین پیغمبرم، پیغمبر موجودی است که عرض کردیم ما ينطق عن الهوى، قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از رسول مساوی با اطاعت از خدا دونسته. بله. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همه حرکات و سکنات و قول و گفتار و امضا و انکار پیغمبر حجت بر ما. خب جانشین پیغمبر یک چنین موجودی باید باشه. اگر برعکس بود قضیه، یعنی در رأس حرم جامعه اسلامی یک موجودی آمد تکه زد که او از سر و روی او فساد، فسق، فجور، ظلم، قبیله گرایی و در واقع برباد دادن بیت المال تبارز کرد و تظاهر کرد، این آدم چیکار میکنه؟ انسانها در واقع یک نظام ضد اخلاقی، ضد ارزشی منحط در جامعه حاکم میکنه که برمیگرده جامعه اسلامی به او جاهلیت قبل از اسلام. یعنی دیگه ارزش اینجا عدالت نمیشه، ارزش خداخواهی و خداپرستی و عبودیت خدا نیست دیگه، اینجا توحید دیگه ارزش نیست وقتی که در رأس جامعه کسی مثل یزید باشه. لذا امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل من نمیتونه با یزید بیعت بکنه. فرمود فعل الاسلام از سلام از قد بلیت الامه برا این مثل یزید. فاتحه اسلام باید بخونیم اگر قرار باشه که کسی مثل یزید جانشین پیغمبر باشه. حالا نکته اینجاست، ببینید اینا چه کار کردن؟ بنی امیه میخواستن چی کنن؟ برای توجیه حکومت خودشون جبری گرایی را انداختن، یعنی گفتن آقا این که ما بر شما حاکم هستیم اراده خداست. در بخش اعتقادات و بله کلام آمدن، در بخش اعتقادات دقیقاً التقاط آمده جایگزین او معارف ناب و خالص و حقیقی اسلام کردن. از بعضی از آیات قرآن که دلالت بر اراده خدا و جبر میکنه سوء استفاده کردن، آیات اختیار نخوندن. مثلا ببینید اون آیه شریفی که میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله،
هر چیزی که خدا بخواد شما همور میخواین. خب این داره اراده خدا رو اینجا معرفی میکنه به مردم. ایر آمدن چیکار کردن؟ تعمیم دادن به حکومت خودشون، گفتن آقا این که ما بر شما حاکم هستیم اراده خداست، شما اگه با ما مخالفت بکنین با اراده خدا مخالفت کردین، با توحید مخالفت کردین. درست. ببینید اینا آمدن جبریگرایی منحتر، و از طرفی 100 سال من احدی دوره من احدیث بود. اگه فرصت هست که من اعلام بودم، اگر اجازه بدید که میان برنامه رو میبینیم، باز ادامه صحبت های شما برمیگردیم. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. عیال حسین را نزد ابن زیاد آوردند. زینب در میان آنان بود، ناشناس و با جامه های کهنه، کهنه تر و پستر جامه خود را پوشید تا شناخته نشود. به کناری در آن قصر بنشست و کنیزانش گرد او بگرفتند. ابن زیاد گفت این که بود که با کنیزان خود به کناری خزید؟ زینب پاسخ نداد. بار دوم و سوم همان سخن اعاده کرد و از او بپرسید. یکی از کنیزان گفت این زینب دختر فاطمه دختر رسول الله است. ابن زیاد روی بدو کرد و گفت سپاس خدای را که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود. زینب گفت سپاس خدای را که ما را به پیغمبر خود محمد گرامی داشت و از پلیدی ها پاک گردانید. تنها فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ می گوید. حمد خدا را که او دیگری است غیر ما. ابن زیاد گفت کار خدا را با خانواده چگونه دیدی؟ زینب گفت جز نیکی ندیدم. آنها گروهی بودند که خداوند بر آنها کشته شدن را مقدر کرد، پس به سوی آرامگاه خود شتافتند و خداوند میان تو و آنها جمع فرماید و با آنها محاجه و خصومت خواهی کرد. پس بنگر در آن روز که فیروز گردد، ای پسر مرجانه مادرت به عزای تو نشیند. ابن زیاد تند و افروخته شد و گویی آهنگ قتل او کرد. عمرو ابن حریث گفت ای امیر، این زن است و زن را به گفتار نگیرند و در سخن ملامت نکنند. ابن زیاد گفت از گردن کشی بزرگتر خاندان و خیشان تو دردی به دل داشتم که خدا شفا داد. دل زینب بشکست و بگریست و گفت سرور مرا کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخه مرا بریدی و ریشه مرا کندی. اگر شفای تو در این است، البته شفا داده شده ای. ابن زیاد گفت سج نیکو می آورد، پدرش هم سج گوی و شاعر بود. زینب گفت مرا چه با سج، سرم گرم کار دیگر است. از سوز سینه چیزی بر زبانم جاری شد که گفتم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. بسیار سپاسگزار هستیم که تا اینجای برنامه با ما همراه هستین. امیدواریم که قسمت آخر برنامه را هم ببینید. اجازه بدین که گفتگو را شروع کنیم، ادامه بدیم با جناب دکتر توکلی بزرگوار. جناب دکتر توکلی، شما بعد از این که به یک نمونه از التقاد اشاره کردیم که در بحث باورها و عقاید بود که جبرگرایی را دستگاه اموی ترویج کردن و تقویت کردن، به جریان منع نقل حدیث اشاره کردید که بسیار جریان پرماجرا و گفتنی ها در قسمت زیاد هست. نقل منع حدیث با چی منظوری این سیاست اجرا شد و چی پیامدهایی داشت؟ ببینید بنی امیه چند تا کار کردن برای اینکه اون مسیر در واقع دعوت اصیل پیامبر منحرف بکنن و رنگ و لعاب قبیله‌ای بهش بدن.
اولا آمدن خلافت را غصب کردن، خلافت موروثی کردن. این اولین کاری که توسط اونها انجام شد و از پدر به پسر، از پسر به پسر بعدی همینطور رسید. یک چیزی بود که خلاف دین بود و خلاف او چیزی بود که خلاف ماجاء به رسول بود. پیغمبر با این به شدت مخالفت میکرد و ممکن است که گفته بشه که خب حالا آیا با سنت خلفا مخالف بود؟ قطعا جواب اینه که بله مخالف بود. با سنت خلفای چهارگانه هم مخالف بود. بله. هیچ کدوم از خلفا نیامدن فرزندان خودشون رو به صرف این که ایچون فرزند ما هست منصوب بکنن به خلافت. در مورد امیرالمؤمنین ما معتقد هستیم که ببینید اصلا پیغمبر 112 حدیث داریم در سه و سته اهل سنت هم موجود هست که الخلفا من بعدی اثنا عشر خلیفه، 112 حدیث متواتر داریم که در سه و سته موجود هست و از امیرالمؤمنین شروع میشه تا امام مهدی تمام با اسم اصلا آمده. بله. ای از باب این هست که چون منصوب من عند الله هست و معرفی توسط پیغمبر هست، این حسابش فرق میکنه با این که معاویه آمد یزید برخلاف او عهدنامه که با امام حسن علیه السلام داشت آمد و در واقع و برخلاف سیره خلفا آمد یزید خلیفه بعد از خودش معرفی کرد. بله. اولا آمدن خلافت موروثی کردن، این اولا. ثانیا بیت المال بین دوستان و رفقا و قبیله بنی امیه خودشون تقسیم کردن، مناسب حکومتی بین بنی امیه و هم پالکی های خودشون تقسیم کردن بر اساس اصلا این تقسیم قدرت و خلافت و در واقع حاکمایی که یزید میفرستاد بر اساس این نبود که بگه آقا کدومی که از اینا صحابی پیغمبر بود مثلا فضائل بیشتری داشت، اهل جهاد بود، اهل توحید بود، نخیر، صرفا او کسی که از نظر فامیلی و خانوادگی به او نزدیک بود او تقرب بیشتری به دستگاه بنی امیه داشت. ملاقه ها کلا عوض شد، دقیقاً عوض شد. این دو تا او ارتش ها را جایگزین کرده بود. بله. و بعدش هم تا حدود خلفا پایبند بودن، ولی خب در زمان بنی امیه این ارتش ها کاملا دیگرگون شد تا حدی که حضرت علی تعبیر میکنه که وارونه شده اسلام. بله. لباس اسلام وارونه و تن. بله. شده است. خیلی خوب. و یک نکته دیگه که اشاره کردین به بله. خوبی ببینید 100 سال اجازه نقل حدیث ندادن. بله، به همین بحث. این نکته خیلی مهمی است. 100 سال منظور اجرا. بله. شده سیاست و چه پیامدهایی داشت. بله ببینید این که اجازه نقل حدیث تو قرن اول هجری، هنوز شاید 25 سال 30 سال یا بیشتر کمتر از رحلت پیغمبر نگذشته، اجازه نمیدن. بسیاری از اصحاب پیغمبر زنده هستند، بسیاری از حافظین حدیث، حافظین قرآن زنده هستند، بسیاری از کتاب حدیث زنده هستند. اینا اجازه ندارن از طرف حکومت بنی امیه که حدیث پیغمبر نقل کنن. چرا؟ چون معلومه اینجا یک توطئه‌ای در پیش هست و قرار هست که او اسلام اصیل منحرف بشه از مسیر خودش. اگر اجازه نقل حدیث بدن اینجا فضائل ائمه علیهم السلام نقل میشه، فضائل امیرالمؤمنین نقل میشه، فضائل بسیاری از صحابه نقل میشه و دیگه کسی مثل یزید نمیتونه حاکم اسلامی بشه. ببینید کسی مثل یزید باید کسانی در حکومت قرار بده که مثل خودش باشن، شرابخوار و میگسار باشن و میمون پرست باشن، سگ پرست باشن، تا بتونه خلافت خودش رو توجیه بکنه. نکته اینجاست. ببینید اگر امام حسین بیاد اینجا با یزیدی که یک چون خصوصیاتی داره و شیعه و سنی قبول دارن، تمام تواریخ پر هست، دیگه چیزی از اسلام باقی نمیمونه. اصلا نهضت‌های دینی در طول تاریخ یکی از راه‌های تحریفشون و یکی از راه‌های ورود التقاط این بوده که کسانی آمدن در این مسیر خود خور در واقع جا زدن که اینها وارث حقیقی نبودن، روح دیانت در اونها نبود. من لازم اینجا یه گریزی بزنم به دین مسیحیت. ببینید اگر از خیلی کوتاه از بس خارج نمیشیم. بله. خیلی کوتاه، حضرت عیسی علیه السلام به آسمان رفت و بعد از خودش 12 تا حواریون معرفی کرد. خب کسی به نام پولس که ای آدم یک روحانی یهودی ضد حضرت عیسی بود، ضد مسیح بود، ضد حواریون بود، با کنستانتین سر و سری داشت، اصحاب حضرت عیسی رو معرفی میکرد که اینا رو برن و به صلیب کشیده بشن. ای آدم
احساس کرد که جریان جامعه داره به سمت حضرت عیسی و دین مسیحیت حرکت میکنه، تغییر مسیر و تغییر روش داد، آمد یک خواب جعلی برای خودش درست کرد در مسافرتی که داشت به سمت شام. یک خوابی درست کرد که آقا من شب در خواب دیدم عیسی مسیح بر من نازل شده، به من گفته از این به بعد تو جانشین من هستی. شمعون یعنی پتروس خانه نشین کرد و خودش آمد در واقع جانشین او شد. چیکار کرد؟ عیسایی که به تعبیر قرآن میگه قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا، ای عیسای پیغمبر تبدیل کرد به خدا، نعوذ بالله نستجر بالله، به پسر خدا. جریان دین مسیحیت منحرف کرد. ببینید در داریم توی زندگی مارکس و هگل که میگه بهترین راه تحریف دین، این از بین بردن دین در جامعه، اینه که دین تحریف بشه توسط خود متدینان از درون. بله از درون. بنی امیه یک چنین جریان در تاریخ اسلام شروع کرد و آمد من احادیث 100 سال نقل حدیث من کرد. بله جبریگری را انداخت. امام حسین، ببینید یکی از نشانه های بر باطل بودن جریان اموی اینه که کسی مثل امام حسین باید در خانه بنشینه و کسی مثل یزید بر رأس حرم باشه. اگر چنین هست، خیلی کوتاه، اگر چنین هست پس باید اینجا همون سخن امام حسین بگیم که الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه. در چنین وضعیتی امام حسین با چه شیوه مبارزه را شروع کرد؟ چون عنوان بحث ما هست امام حسین مبارزه با اعتقاد دینی. با این اعتقادهای دینی که در جامعه رخ داده بود امام حسین، وقتی ما البته کم مانده، کوتاه اگر بفرمایید. ببینید امام حسین از عنصر عشق و عقل اینجا به نحو احسن و از عنصر حیرت که در دین هست به خوبی استفاده کرد. من خیلی کوتاه عرض کنم، ابن زیاد در کوفه با دیکتاتوری که داشت، با سبوئیتی که داشت، با مسله کردنهای فراوان، با قتلها و در واقع کشتارهای فراوانی که در کوفه را انداخته بود، یک فضای سیاه پر از اختناق ایجاد کرده بود که کسی جرأت نداشت بر علیه ابن زیاد و یزید حرف بزنه. امام حسین و قهرمانان تاریخ کارشون این هست که میان با خون و با در واقع دادن تمام اون چی که دارن، ببینید امام حسین تمام اون چی که داشت، بله، با اهدای جان، با به صحنه آوردن اهل بیتش و با به صحنه آوردن تمام هستی خودش، آبروی خودش و حتی کودک 6 ماهش علی اصغر، آمد با همه وجود خود فدای او هدف و آرمان حقیقی خودش کرد که اسلام باشه و احیای دین پیغمبر باشه. این کار باعث شد که ترس از ابن زیاد و حکومت بنی امیه از بین بره. توده های محرومی که از ابن زیاد و از یزید میترسیدن اینا بیدار بشن. نتیجه این خون این بود که شجاعت و روح مبارزه در امت اسلامی زنده کرد. این اولا. و امام حسین علیه السلام از معتقد نبود که هدف وسیله توجیه میکنه، تا لحظه آخر بر مبانی اخلاقی اصیلی که پیغمبر آورده بود ایستاد. یک نمونه شما خدمتون عرض کنم، حر ابن یزید ریاهی که آمد جلوی لشکر امام حسین گرفت و امام حسین اجازه نداد که دسترسی به فرات داشته باشه، وقتی که امام حسین فهمید که توبه کرده و که توبه او واقعی است پذیرفت، تا لحظه آخر به روی حر ابن یزید ریاهی نیاورد. اگر ما بودیم به روش می آوردیم و برخورد ما با او عوض می شد. امام حسین تا لحظه آخر لشکر ابن زیاد نصیحت کرد، حتی لحظه ای که خودش تنها موند، حتی لحظه ای که حلم ناصر ینصرونی گفت، اونجا هم گفت که هنوز دیر نشده، هنوز دست شما به خون نوه رسول الله آلوده نشده، هنوز میتونین برگردین، اصحاب مر کشتین، خانواده مر به شهادت رسوندین، اما هنوز جایی برای برگشت شما هست. و اینجا گفت که شما میدونید که حق با من هست، اما اون لقمه های حرامی که خوردید به شما اجازه برگشت نمیده. حالا من میخوام اینو بگم، بله، ما ای آیا ای التقاط ممکنه گریبانگیر ما هم بشه یا نه؟ فکر کنم وقت ما بسیار کم مانده، اگر بسیار خلاصه مختصر بفرمایید دیگه دقیقه آخر برنامه هست. ببینید من میخوام عرض بکنم که امام حسین در چند دقیقه؟ یک دقیقه. در سال 61 هجری شهید شد. تا
تن امام حسین به شهادت رسید، امام حسین بر یک آرمان شهید شد. اگر ما او آرمان درست نشناسیم و درست معرفی نکنیم، بله، ممکنه که عاشورای حسین رو هر سال و هر سال و هر سال به شهادت برسونیم و آرمان امام حسین رو دچار التقاط بکنیم. اگر نگاه ما به امام حسین غیر از عزت باشه، امام حسین امام عزت است، غیر از حماسه باشد و غیر از آزادگی باشد، امام حسین یک موجود و غیر از اخلاق مداری باشه، بله، امام حسین یک موجود نعوذ بالله نسجیر بالله زبون مظلوم توسری خوری معرفی بکنیم که صرفا وسیله عقده گشایی ما هست، یا خدای نکرده امام حسین وسیله تجارت خودمون قرار بدیم، یا امام حسین از او اهداف اصلی خودش عاشورا رو بد معرفی بکنیم به جامعه، ما هم دچار التقاط شدیم. لذا خلاصه حرف بنده این است که امام حسین رهبر آزادی و آزادگی است، امام عزت است، پیام عزت به جامعه اسلامی میده و پیامش این است که هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت‌های خرد و زخارف پست دنیوی نکنیم و امام حسین رو همیشه سمبل آزادی و آزادگی و در واقع مصداق این حدیث بدونیم که پیغمبر فرمود کونوا للظالم خصما و للمظلوم اونا، دوست مظلوم باشید و دشمن ظالم. اگر یک چنین کاری نکنیم خدا نکرده ما دچار التقاط میشیم. لذا هدف امام حسین باید درست باشه. دست توکلی و قاسم از فرصت هم گذشته و امیدوارم که ما هم در پرتو این صحبت ها و در پرتو تکرار هر ساله عاشورا بتونیم که هدف امام حسین درست درک کنیم و بتونیم که حسینیوار زندگی کنیم. از شما سپاسگزار هستیم که تا آخر برنامه حوصله مندانه با ما بودید. امیدواریم که این گفتگو برای شما مفید باشه. همراه با کارشناس محترم با شما خوبان خداحافظی میکنم. شبتان خوش.